کاهش باران، افزایش جمعیت و آلودگی آبهای زیرزمینی بحران آب بزرگی را در پایتخت افغانستان به وجود آورده است. به گزارش شیوز به نقل از رسانه های افغانستان شرکت تأمین آب شهری و فاضلاب به این کشور درباره میزان مصرف آب در کابل اعلام کرده است سالانه 80 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی کابل برداشت می شود که تقریبا دو برابر میزان ذخیره طبیعی آب بر اثر باران است شانی کمپل معاون رئیس بانک توسعه آسیایی در افغانستان نیز در این باره گفته سطح آبهای زیرزمینی کابل در سالهای اخیر دست کم 30 متر کاهش یافته است. بر اساس این گزارش تنها 20 درصد از شهر کابل به سیستم لوله کشی شهری متصل است و این امر سبب شده تا بسیاری از ساکنان این شهر برای دستیابی به آب مصرفی خود چاهای عمیقی حفر کنند. برخی دیگر نیز آب مصرفی را با خرید از شرکت های خصوصی یا از داخل مساجد و یا از 400 شیر آب عمومی موجود در سطح شهر تأمین می کنند. کابل تنها با کمبود آب مواجه نیست و به گفته آژانس حفاظت از محیط زیست بیشتر آبهای زیرزمینی این شهر غیرقابل آشامیدن هستند جمعیت کابل افزایشی بیش از دو برابری را در سی سال گذشته تجربه کرده و اکنون به دلیل درگیری و فقر و مهاجرت مردم از دیگر مناطق به پایتخت این جمعیت به حدود 5 میلیون نفر رسیده است.